سلام علی شیرازی هستم و این برنامه دوشنبه 27 آبان ماه بررسی روزنامه هاست امروز روزنامه ها به موضوعات مختلفی پرداختن روزنامه قانون در تیتر یک از زیافت محرمانه محمد جواد ظریف در باغ ملی با حضور شماری از نمایندگان مجلس خبر داده همزمان با آغاز دور تازه حمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی به میر حسین موسوی و مهدی کروبی روزنامه جوان از قول احمد علم الحدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان تاکید کرده که رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی جز با توبه ممکن نیست روزنامه های آرمان و شرق از اظهارات رئیس پلیس فرودگاه ها درباره ممنوعیت پرواز بد هجاب ها نوشتند. روزنامه تهران امروز خبر داده که مقام های وزارت نیرو ترک برداشتن صد بزرگ کارون چهار رو تایید کردند. با هم به مرور این مطالب می پردازیم. روزنامه قانون در تیتر یک خودش از زیافت شام محرمانه محمد جواد ظریف در باغ ملی با حضور شماری از نمایندگان مجلس خبر داد. این روزنامه با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری دور سوم مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک محمد جواد ظریف بسات زیافتش را نه در ژنو بلکه در تهران پهن کرد و نمایندگان مجلس را دعوت کرد تا یک شنبه شب شام را در باغ ملی میل کنند نوشته که نشست نمایندگان با محمد جواد ظریف فراتر از جلسات دوره‌ای و نوبتی مشترک وزیر امور خارجه و شورای معاونان این وزارتخانه با اعضای مجلس بود. روزنامه قانون اسامی و شمار نمایندگان حاضر در زیافت محرمانه ظریف در باغ ملی را اعلام نکرده اما نوشته که در این زیافت حتی برخی از نمایندگان حضور داشتند که پیشتر گزارش وزیر خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره های نشست مجمع عمومی سازمان ملل را رسانه کرده بودند این روزنامه یادآوری کرده که وزیر خارجه دولت حسن روحانی پیشتر پشت دستش را داغ کرد و به بهانه تیتر شدن صحبت‌های اش با نمایندگان در یک روزنامه تندرو بر محرمانه بودن جزئیات مذاکرات هسته ایران با پنج به علاوه یک تاکید کرده بود اما این رویه ظریف واکنش بسیاری از نمایندگان به ویژه وکلایی که با دولت اعتدال زاویه دارند را برانگیخت و در نهایت وزیر را قانع کردند تا نشستی با اعضای مجلس بگذارد و بار دیگر اعتماد کردن به آنان را به بوته آزمایش بسپارد مسعود کازمی هم در مقاله در این روزنامه درباره گذشت یک روز از دولت حسن روحانی نوشته بالاخره صد روزی که همه منتظرش بودند سر آمد دو گروه منتظر پایان این زمان و حساب و کتاب کشیدن از دولت یازدهم بودند نخست آنان که انتظار داشتند در پایان این مدت دولت کار خارق‌العاده‌ای انجام دهد و گشایشی در وضعیت کشور ایجاد کند دسته دوم کسانی بودند که منتظر اعتماد سازی از سوی دولت در پایان این مدت و ارائه گزارش از وضعیت حقیقی کشور بودند به نظر نویسنده همه هر روز میگویند که محمد جواد ظریف ژنرال دولت بوده و دستگاه دیپلماسی نمره قبولی خود را در همین صد روز دریافت کرده اگر کمی انصاف و خرج دهیم می بگوییم همین که وزارت امور خارجه توانسته نگاه افراطی و رادیکالیزه شده علیه ایران را تغییر دهد کار بزرگی انجام داده است. مسعود کازمی تاکید کرده اما در بخش اقتصاد سیاست کلی دولت هنوز مشخص نیست. یک روز از حذف یارانه پردرآمدها میگویند و روز بعد آن را اصلاح یا تکذیب میکنند. داستان مسکن مهر و قیمت ارز هم در همین وضعیت به سر میبرد البته نباید از خالی بودن خزانه دولت قافل شد دولت پولی در اختیار ندارد و از ثروت بادآورده نفت که چند سالی در اختیار دولت احمدی نژاد قرار گرفت هم خبری نیست در آمده افسانیه نفتی که در پایان آن دولت هنوز هم مشخص نیست کجا و به چه نحوی هزینه شد که اکنون نه زیرساختی وجود دارد و نه خزانه ای مملو از ارز دولت فعلی هم نمیتواند مانند دولت قبلی از پوپولیسم اقتصادی بهره ببرد روزنامه جوان اما از قول احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان تاکید کرده که رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی جز با توبه ممکن نیست. این روزنامه که موسوی و کروبی را سران فتنه میخواند با اشاره به آنچه برخی تحرکات اخیر برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی با هدف برداشتن حصر سران فتنه 88 توصیف کرده نوشته که احمد علم الهدا و حسن عاملی دو عضو مجلس خبرگان از استان خراسان رضوی تنها راه رفع حصر از سران فتنه را توبه آنها اعلام کردند روزنامه جوان با گذشت بیش از هزار روز از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از قول احمد و علم الحدا اتهاماتی چون ارتداد و افساد فلعرز نیز به این دو وارد کرده و نوشته موسوی و کروبی یاقی هستند و یاقی زمانی تغییر می کند که توبه کند پس رفع محدودیت آنان فقط در صورت توبه است احمد علم الحدا همچنین گفته است مفسد فلعرز بودن آنان نیاز به دادگاه قاضی و قضاوت داشته و باید قاضی در دادگاه قضاوت کند که آنان مرتد یا مفسد فلعرز هستند یا خیر. به نوشته این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران احمد علم الهدا همچنین گفته از آن جهت که محدودیت موسوی و کروبی به این دلیل بود که جریان فتنه قطع شود و این جریان ادامه پیدا نکند پس رفع محدودیت آنان در صورتی ممکن است که یقین حاصل شود که آنان برگشتند و جریان فتنه را ادامه نمی دهند که چنین چیزی تا کنون انجام نشده است. روزنامه آرمان از اظهارات رئیس پلیس فرودگاه ها درباره ممنوعیت پرواز بد ها خبر داده. به نوشته روزنامه آرمان حسن مهری رئیس پلیس فرودگاه ها روز یکشنبه از ممنوعیت پرواز بد ها خبر داد و گفت طرح امنیت اخلاقی با قدرت در تمامی فرودگاه های کشور اجرا می شود. در همین رابطه بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان هم طی یادداشتی در روزنامه آرمان به بررسی ممنوعیت پرواز بدهجاب ها از منظر حقوقی پرداخته و نوشته اظهارات رئیس پلیس و فرودگاه های کشور در خصوص ارتباط هجاب با سفر مغایر با ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند سه ماده دو میساق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران در سال 1354 را پذیرفته است چرا که بر اساس این میساقهای بین المللی حق عبور و ممرور در داخل کشور به طور آزادانه و سفر از کشوری به کشور دیگر جزء حقوق همه انسان ها شناخته شده این وکیل و حقوقدان همچنین تاکید کردی که قانونگذار هجاب را تعریف نکرده است از نظر عرفی هجاب می تواند تعریف و اشکال گوناگون داشته باشد و تشخیص عرف و انتباق موارد موضوعی با احکام نیز صرفا در صلاحیت مقام قضایی است نه معموران پلیس فرودگاه ها اما روزنامه شرق نیز در این باره نوشته در حالی که کمتر از یک هفته از صحبتهای سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر سپرده شدن طرح هجاب و افاف و امنیت اخلاقی به وزارت کشور و شورای اجتماعی راهبردی میگذرد خبرگزاری مهر روز یکشنبه مصاحبه ای را به نقل از رئیس پلیس فرودگاه کشور مبنی بر ممنوعیت پرواز بدهجابها منتشر کرد اما پیگیری ها از روابط عمومی پلیس فرودگاه ها برای بررسی چرایی ایراد این سخنان از سوی سرهنگ مهری آن هم کمتر از یک هفته پس از ایراد سخنان سردار احمدی مقدم به تکذیب این ماجرا از طرف موسوی مسئول روابط عمومی پلیس فرودگاه ها رسید مدیر روابط عمومی پلیس فرودگاه ها به روزنامه شرق گفته سرهنگ مهری چنین مصاحبه با خبرگزاری مهر در 20 روز اخیر نداشته و این مصاحبه مربوط به اوایل مهر ماه است که در آن رئیس پلیس فرودگاه ها در خصوص حجاب صحبتی نکرده بلکه در ارتباط با مواد مخدر مصاحبه کرده است روزنامه شرق با تاکید بر اینکه با وجود این تکسیب همچنان سوالهای زیادی در ارتباط با طرح امنیت اخلاقی و حجاب و افاف و گشت های ارشاد مطرح است نوشته که اگر قرار باشد طرح ممنوعیت پرواز بعد ها اجرایی شود راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و سلبی و همچنین تضییع حقوق شهروندان و مسافران زن باز می کند. آن هم در شرایطی که حسن روحانی در یکی از جلسات رسمی هیئت دولت درباره نوع برخورد نیروی انتظامی با موضوع هجاب تاکید کرده که از نیروی انتظامی می می خواهم در برخورد با این موضوع اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به دور از هر گونه افراط و تفرید پیگیری کند. و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران ایران روایت عراقچی از دستاوردهای مذاکرات با پنج به علاوه یک ارمغان مسافران ژنو جوان فرمانده کل سپاه قدرت ملی ما دو بار آمریکا را از حمله به ایران پشیمان کرد. اطلاعات وزارت خارجه آمریکا دیپلماسی را به جنگ ترجیح می دهیم. دنیای اقتصاد کابینه سرانجام کامل شد. رسالت ظریف حرکت ما در مسیر لغو تحریم هاست جمهوری اسلامی آزادسازی قیمت شیر منتفی شد تهران امروز تعهد فرانسه به اسرائیل برای مقابله با ایران روزنامه تهران امروز در خبری با عنوان صد کارون چهار در اورژانس نوشته که مقام های وزارت نیرو ترک برداشتن صد بزرگ کارون چهار را تایید کردند. این روزنامه در گزارشی در این باره نوشته در چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر ترک برداشتن سد بزرگ کارون چهار بر سر زبان ها افتاد و در نهایت وزارت نیرو با تایید این خبر اعلام کرد از شش ماه گذشته دو تیم متخصص اروپایی برای حل مشکل کارون چهار وارد ایران شدند تا به ترمیم ترک های کارون چهار کمک کنند. تهران امروز همچنین نوشته که حسن رنجبران مدیر شرکت آبنیرو مجری ساخت این سد با تایید ترک خوردگی سد کارون چهار این موضوع را طبیعی دانسته و تاکید کرده که خاصیت بتون ترک است تمام سدهای بتونی ترک میخورند و اصلاح میشوند و این موضوع مسئله خاصی نیست سد کارون چهار در سال 1390 افتتاح شد و اکنون دوچار ترک خوردگی شده است به نوشته این روزنامه مدیر شرکت آبنیرو همچنین در واکنش به اعلام خبر ترک خوردن صدد کارون چار گفته ممکن است کسانی سوء استفاده سیاسی از این موضوع کنند و بخواهند بگویند که پیمانکاران و مشاوران ایرانی توانایی ساخت چنین صدی را ندارند حسین شریعتمداری مداری هم در سرمقاله امروز کیهان با تیتر قرار این نبود که با طرح نمونه پلیس بد و پلیس خوب که آن را ترفندی فریبکارانه خوانده از هیئت مذاکره کننده هسته ایران پرسیده آیا بر این باورید که آمریکا برای جلب نظر ایران اسلامی پیوندهای ارگانیک خود با اسرائیل را نادیده گرفته و وامی نهد؟ بدیهی است پاسخ مثبت به این پرسش تنها میتواند برخواسته از ساده اندیشی باشد بنابراین برخی از آقایان چرا و با کدام توضیح منطقی مخالفت های آمیخته به لحن عصبانی اسرائیل با توافق میان ایران و پنج به علاوه یک را واقعی تلقی می کنند و توجه ندارند که این ترفند برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات پیش روست مدیر مسئول روزنامه کیهان خطاب به مذاکره کنندگان ایرانی نوشته در پرواز بازگشت از سفر نیویورک بودید که وزارت خارجه آمریکا با صدور یک بیانیه رسمی اعلام کرد دست به هیچ اقدامی نمیزند که برای اسرائیل نگران کننده باشد سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا تصریح می کند که فرانسه کاملا با ما موافق است یادداشت روز کیهان بد اینجا رسیده که امتیازاتی که اخیرا با توقف بخش قابل توجهی از فعالیت هسته کشورمان به حریف داده ایم و در گزارش آمانو به آن تصریح شده فقط با واژه باج دادن قابل توضیح است و این نگرانی جدی را دامن میزند که تیم مذاکره کننده بی آنکه بخواهد یا متوجه باشد به اقدامی خسارت آفرین و غیرقابل توجیه دست زده است علی ودایه هم در سرمقاله روزنامه مردم سالاری با تیتر پازل میان مدت خاور میانه نوشته آمریکایی ها دست به یک عقب نشینی موقت از خاور میانه زدند شکلگیری مبهم پازل جدید این منطقه ناخداگاه خاطره انقلاب های مخملین آمریکا را زنده می کند که در حیات خلوت کرملین انجام شد و با خور... به خروج غرب از کشورهای آسیای میانه و در نهایت بازگشت امپراتوری روسیه منتهی شد. بنا به گمان زنی مردم سالاری کرملین باز دست به معامله با کاخ سفید زده آنچه که ظرف یک هفته گذشته میان قاهره و مسکو روی داده نشان از عقب نشینی یا به نوعی تغییر تاکتیک, تاکتیک واشنگتن در این منطقه دارد روزها در قبال این پیشروی به آمریکایی ها چه حقی را اطاع کردند موضوعی است که تنها گذشت زمان آن را مشخص می کند البته می شود حد زد که نام ایران و سوریه در میان باشد روزنامه قانون هم در گزارشی از پدر شد، پدردار شدن وزارت ورزش و جوانان با رأی اعتماد به محمود گودرزی خبر داده و معصومه معظمی در گزارش این موضوع نوشته بالاخره روز گذشته نمایندگان مجلس نهم نه تصمیم گرفتند پس از سه بار رأی منفی به وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان این دولت نوپا را ناامید نکنند و به چهارمین وزیر پیشنهادی رأی اعتماد بدهند بهارستان نشینان با 199 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از مجموع 267 نماینده حاضر در صحن به محمود بودرزی برای تصدی این وزارتخانه رأی دادند. بودرزی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تمرکز بر اشتغال زایی جوانان تحصیل کرده را از برنامه های خود اعلام کرد و به مجلسی ها قول داد امور ازدواج جوانان را ساماندهی کند و مراکز آموزش مشاوری در امر ازدواج را توسعه بخشد. او همچنین وعده داد تکمیل سند حمایت ازدواج جوانان را در اولویت کارهای خود در حوزه جوانان قرار دهد و مسافر ویژه روزنامه قانون هم امروز علی جنتی است احسان پیربرناش در مطلبی با تنزی مطلب تنزی با تیتر آشنا میزنیم با غریبه ها کاری نداریم نوشته گاهی در بین ما مردمانی که از تمدن هفت هزار ساله رنج میبریم متمدنانی یافت می شوند که در هیچ بقالی دیگری یافت نمی شوند. شاید در برخی کشورها حتی بازیافت هم بشوند اگر کسی پیگیر ماجرا باشد. با این توضیح مختصر و مفید احتمالا شما متوجه نشده اید که بنده یک بحث زیست محیطی را آغاز کردم اما حالا دیگر حتما متوجه شدید از آنجا که ما در یک بین و تعطیل بزرگ تاریخی قرار گرفته ایم و مردمان متمدن و تعطیلی هستیم به طور کلی در تعطیلات چند روز گذشته ازم سفر به ولایت کردیم آنچه در طول یک سفر برایم بیش از هر چیزی جذابیت دارد شناخت وضعیت مزاجی مردم همیشه در سفر کشورمان است کلا اهل سرک کشیدن تا فیها خالدون ماشین بغلی نیستم اما وقتی پوست نارنگی به شیشه جلوی ماشینم برخورد می کند احتمالا می توانم حدس بزنم که ماشین جلویی نارنگی دوست دارد یا وقتی کیسه محتوی پوست موز و پاکت خالی شیر از شیشه بغلی خیلی بی سر و صدا می آید روی پاهایم می نشیند کار چندان سختی نیست که بفهمم رانندهش در طرح سالمسازی قرار دارد و مشغول تقویت خودش است. سرتان را درد نیاورم. در این سفر متوجه شدم مردم شکر خدا به لحاظ مزاجی مشکل خاصی ندارند و برخلاف آنچه شایع شده است وضعیت مالی مساعدی هم دارند به هم دلاخ. در بازگشت از سفر خسته و کوفته از ترافیک و وضعیت جاده های نیمه تمام و هشت سال مانده مسافری به چشمم خورد که آشنا به نظر می رسید. ترمز زدم و گفتم آقا آشنا میزنی؟ گفت بله اتفاقا آشنا میزنم. با قریبه ها کاری ندارم. گفتم شما گفت جنتی هستم. گفتم اه چقدر با تلویزیون فرق داری؟ یعنی این تلویزیون شما رو هم اینجوری که هستین اینجوری نشون نمیده؟ گفت علی جنتی هستم البته گفتم آخ آخ آخ, آخ علی 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 میدونی چقدر دنبالت میگشتم؟ گفت دنبال من؟ خب بنده که پیج فیسبوک دارم از همانجا راحت حرفایتان را می زدید. گفتم ای آقا من به هجده زبان زنده دنیا شما را سرچ کردم هیچ اثری از شما نبود ما را سر کار گذاشتی همون مرز معروف بین اصولگرایی و اصلاح طلبیه نکنه قضیه, قضیه آره است گفت مرز چیه قضیه آره کدومه چی سرچ میکردی اصلا گفتم علی جنتی اورجینال پیج گفت خب عزیز من اشتباه سرچ کردی توقعاتی دارید از ما به تنه گفتم ببخشید امشب میرم پیج اوف چه داغ سوختم رو لایک کنم خواهش میکنم در قبال نیازهای ما پاسخگو باشی با تو پاسخ داد نه عزیز من اون پیج رو بستم برو تو پیج عکس دخترها و پسرهای زیبای ایرانی قبل از ممیزی فکر کنم هر آدم عاقلی میفهمه این پیج مال منه دیگه نیازی نبود جار و جنجال درست کنم و اسم خودم رو بذارم رو پیج حالا میشه تا یه اسم مسیری باهاتون بیام خندیدم و گفتم ای ناقلا خوب همینجوری تیکه تیکه هر مسیری رو با یکی میری ها سخت که هست اما بالاخره میرسی ها 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 زدم زیر خنده نیش خندی زد و گفت میدونی ما چرا به سانسور در تلویزیون انتقاد جدی نداریم شانو الان انداختم و گفتم نه دستش رو بالا برد و محکم زد توی گوشم بعد با آرامش گفت آخه این روی ما رو هم نشون نمیده دیگه به من مطلق ننده زیاد و حالا کارتون های انتخابی امروز کارتون نادر رحمانی در روزنامه اعتماد کارتون محمد نظری در روزنامه جام جم ببخشید محمود نظری کارتون امید دهقان در خبرگزاری ایسنا کارتون محمد رضا میرشاه ولد در روزنامه قانون کارتون نازنین جمشیدی در روزنامه شرق علی کاشی مردم سالاری کارتونی از مانان استانی کارتونی از احسان گنجی کارتونی از نیکاهنگ کوسر و در پایان کارتونی از توکان استانی این بود بررسی روزنامه های دوشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا فردا ایام به کام شب روزتان خوش